بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزا قرار داریم. از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درسها برای شما عزیزا مفید تمام شود، میریم به طرف درس از فیزیک صنف هشتم. اولین درسش تحت عنوان حرارت و اثرات آن بر روی مواد. عنوان درس است حرارت و اثرات آن بالای مواد. این عنوان درس که دوستای عزیز انشالله عنوان از ما گرفته. خب بیم دوستای عزیز که حرارت یا گرمی که ما شما میگیم، این چی تأثیر داره در زندگی انسان‌ها، در زندگی نباتات، حیوانات و بالاخره پیشرفت و ترقی، و چرا ما وقت خدا سر از این زایی کنیم که ما سر حرارت گپ بزنیم؟ ببینید دوستان عزیز، شما ببینید وقتی یک گندم را کشت میکنن یا دیگر نباتات را که کشت میکنیم، هر کدامش برای رشد خود، برای نمویش به یک درجه معین حرارت ضرورت داره. یعنی اگر او زیادتر شوه میسوزه و اگر کم شوه به پختگی نمیرسه. اکثرا دیدین بعضی از میوه‌جات مثلا در بعض مناطق میرویه، اگر او را ببریم در یک منطقه، فرض کنیم در منطقه گرمسیر، کینو را مثال بدیم، مالته را مثال بدیم، کیله را مثال میتیم، این میوه‌جات در مناطق گرم که حرارت زیاد کار داره، اگر این میرویه و این ما درختش ببریم در روسیه در مناطق سرد، فرض میکنیم شمال آسیا یا شمال اروپا، روسیه و فنلند و مثلا کشورهای دیگر را فکر کنیم، این را ببریم از هندوستان، درخت زیر بکنیم در اونجا، از بین میره. چرا؟ چرایش ایست که حرارت برای هر میوه یک حرارت معین برای رشد خود، برای نمویش و برای رسیدنش ضرورت داره. از این تو نتیجه میگیریم که حرارت بسیار عامل عمده در انکشاف زراعت است. گندم، جو، جواری، میوه‌جات، سبزیجات که امروز احتیاجات عمده انسان‌ها را تشکیل می‌ده، هر کدام از یا برای رشد و نموی خود به یک حرارت مناسب ضرورت دارد که به پختگی برسه و از او استفاده شد. همینطور برعکس بعض میوه‌جاتی که در مناطق سرد است، اونا با حرارت مناسب خود ضرورت دارد. اگر او را برعکس باز ببریم در مناطق گرم، خشک میشه، از بین میره. پس تأثیر متقابل یا اثرات متقابل حرارت شما بالای یکی از مواد که همین سبزیجات و میوه‌جات باشه و حبوبات، شما در این مورد خانه که چقدر برای رشد و نموی یک مثلا برنج چی مقدار حرارت مناسب کار است که ما بتونیم از یک زمین که اونجا برنج کش کردیم حاصل خوب و درست را برداریم. یعنی 100% در پلوی دیگر مسائل باید ما حرارت 100% در نظر داشته باشیم. چرا؟ حرارت مناسب است که میتونه میوه‌جات یا سبزیجات یا حبوبات در او حرارت مناسب رشد کنه و از او ما بهره برداری درست کنیم. کام سوال در این مورد باقی میمونه؟ نه. بخش دیگه زندگی انسان ها دوستای عزیز، صنعت است. همین ماشینالات را که شما میبینید، حال ماشینالات یا از فلز ساخته شده و یا از پلاستیک یا مثلا بعضیش هم از چوب. خب اینمی هر فلز به یک درجه معین حرارت ذوب میشه یا او میشه به اصطلاح ما شما. مثلا آهن یک درجه داره، مس دیگه درجه داره، آلومینیوم دیگه درجه حرارت ذوب میشه.
یعنی تو که یک مادر مثلا در صنعت یک فلز ما ذوب نکنیم، آیا او را به شکلهای مختلف پرسجات و ماشینالاتی که امروز موتر است، تیاره است یا ماشین های تولید فرض میکنیم یخچال و انواع پاکه و مثلا تمام ماشینالاتی که در زندگیتان میبینین اوتو اوتوی بر مثلا سایر لوازمی را که در خانه ها به صورت عموم واتر پمپ و اوبازک و تمامی که سر و کارتان در زندگی با ماشینالات است، امروز در خانهایتان که میبینین هر کدام از یا به شکلی از اشکالی که آمده ابتدا ذوب شده ای، ذوب شده بعد در قالبه های مربوطش انداخته شده که به اون شکل آمده، چی پرزجات است چی خود ماشینالات. خب اینمی که میگیم ذوب میشه حرارت کار است دیگه، یعنی هر چیز به یک درجه ذوب نمیشه، بعضیش درجه حرارت بلند کار داره، بعضیش درجه حرارت کم کار داره، بعضیش درجه حرارت متوسط کار داره. و همین قسم مواد پلاستیکی، امروز اکثر چیزها رو شما به شکل مواد پلاستیکی میبینید، انواع پلاستیک های وسایل پلاستیکی که در بازار شما میبینید، اینا هر کدام از ما به یک درجه معینی از حرارت اونا او میشه و اصطلاح ما شما ذوب میشه و بعد در قالب ها انداخته میشه و از اون طرف مواد مورد نظر کشیده میشه، از چپلک گرفته تا موزه و تا مثلا تمام وسایل پلاستیکی که امروز در بازار، ظروف پلاستیکی و افتابی پلاستیکی و هر آنچه که در زندگیتان میبینین، این پلاستیک به انواع مختلفی که آورده شده، اینا خب به شکلی که هست قابل استفاده نیست، اینا باید به درجات مختلف حرارت اینا قرار داده شود که یا ذوب شود، بعد در قالب هایی که برای افتابه قالب است، برای چپلک قالب است، برای موزه قالب است، برای هر کدامش قالب ها وجود داره و در او انداخته شود که تا به شکل مربوطش بیه و انسان ها ازش استفاده کنند. خب پس بالاخره دوستای عزیز شما درک کردیم که حرارت در صنعت چقدر تاثیر داره، چقدر تاثیر داره در ساختن ماشینالات، در ساختن لوازم چقدر مهم است. یعنی تا که از حرارت استفاده نکنیم، ما فلزات ذوب نکنیم دیگه، ما در ذوب کردن در قالب ها پرتیم تا که پرزجات و ماشینالات ساخته شد، از موتر گرفته تا تیاره و تا انواع ماشینالاتی که در خانه ها از یخچال و دیگه دیگه گفتیم استفاده میشه، یا کلش حرارتش به کار رفته. و خصوصا که هر فلز باز یک درجه حرارت معین داره، همونطور پلاستیک به همین شکل. پس قبول کنیم که حرارت در صنعت هم بسیار مقام بلنده داره، بسیار مقام، مثل که در زراعت برای رشد و نموی ضرور بود، برای ساختن پرزجات و ماشینالات هم حرارت درجه اول هم میبره، بدون از اون ما هیچ صنعتی نخواد داشتیم و هیچ ماشینالات ساخته نمیشه. بخش سومش در طبابت است، در وجود خود ما. ببینید ما انسان ها زمان قادر به فعالیت هستیم که درجه حرارت معین باید باشه، یعنی در یک درجه حرارت معین قرار بگیریم که چقدر است؟ 37 درجه سانتیگراد است. یادتان نره دوست عزیز، 37 درجه سانتیگراد، باز میخوانه میره، اینمی درجه حرارت نرمال بدن است، نرمال بدن، یعنی در اینمی درجه حرارت انسان قادر است به ای که فعالیت انجام بده، کار کنه، فکر کنه، زحمت بکشه و زندگی خود پیش بره. اگر این درجه حرارت بالا میره، تو میگیم ما و شما، و اگر این درجه حرارت پایین به برودت یا سردی میگیم که یخزدگی باشه، و انسان در او دو حالت قادر به انجام کار نیست. خیلی ایرم فهمیدیم که حرارت چقدر در بدن انسان برای فعالیتش ضروری است. این اینجاسته که باید اینمی درجه حرارت از کجا باید بگیریم، چه قسم مواد باید آدم مصرف کنه، چی مواد را بخوره که فرض میکنیم در هوای سرد اگرچه که 37 درجه ثابت است در بدن، یعنی انسان از جمله حیوانات خون به اصطلاح خونگرم است، به این معنا که اگر محیط بیرون سرد شود
اینطور نمیشه که درجه حرارت ما بدن ما پایین بیاد، نه، همین 37 درجه رو حفظ میکنه. بعضی حیوانات خون سرد میگه، ما شما که بیرون اگه سرد شد وام سرد میشه، اگه بیرون گرم شد وام گرم، مثل مار و مثل بقا و بعضی حیوانات دیگه که داریم. اما انسان ها اگر هوای بیرون بالا بره یا پایین بره مجادله میکنه بدن و امو 37 درجه سانتیگرید خود ثابت نگاه میکنه. ولی امو ثابت نگاه کردن هم باز به مواد ضرورت داره که انسان در بدن به چی نوع مواد ضرورت داره که باید او را بگیره که کلوری یا درجه حرارت معین تولید کنه در بدن انسان که امو 37 درجه سانتیگرید حفظ شود. اینه میبینین که واقعا که موضوع حرارت در طبابت هم فوق العاده بلند است. از امو خاطر در زمستان ما شما میگیم که اشیایی که مواد چربی داره زیادتر خورده شد، مثلا چهارمغز و بادام و اینا که کالوری های بلند حرارت تولید میکنه، یا مثلا مواد چربی کمی روغن اضافه تر، یا فرض میکنیم که مواد انرژیتیک دیگه که زیاد حرارت تولید کنه در بدن استفاده کنیم. حالا برعکس در گرمی کوشش کنیم که میگه مواد که حرارت زیاد تولید میکنه استفاده نکنم. چرا؟ به خاطر از اینکه برای صحتمند بودنش امو 37 درجه سانتیگرید حرارت کار هست. خب امی قسم برای انسان ها دواهایی که ساخته میشه که مریض میشه انسان ها و باید دوا بگیره، اونمو دواها هم برای ساختن خود هر کدامش به یک درجه حرارت ضرورت داره. دیدین اکثرا دوا را در پوشش نشه کده که در جای سرد و در جای تاریک نگاه کنه. مانشیست، مانشی که در یک درجه حرارت معین او مواد دوا ساخته شده که اونمو درجه حرارت باعث میشه که خورده شه و مفید میشه. اگر ایره بگیریم در یک درجه حرارت بالاتر بونیم دیگه او دوا تاثیرات خود از دست میده، دیگه باز هیچ بالای بدن تاثیر نداره. پس ببینیم که از نگاه طبابت هم حرارت فوق العاده چیز مهم هست و اثرات بسیار مهم بالای بدن انسان داره که باید انسان او را در نظر بگیره. حتی در موضوع پوشیدن لباس شما میبینید که در ایام زمستان چه قسم لباس آدم میپوشد، در ایام تابستان چه رقم لباس میپوشد، کل از یا مربوط میشه به چی؟ به درجه حرارت و تأثیرات حرارت بالای بدن که بدن انسان که خودش یک بخش مهم طبابت تشکیل میده. اگر دست جمع کنیم گپای خدا، ای تو خود گفتیم که امی حرارت اثراتی را که بالای مواد داره هم در بخش زراعت اهمیت خاص خود داره که بدون از او هیچ موفقیت نداره، آدم هیچ چیزی را نمیتونه رشد کنه، نمو بده و ازش استفاده کنه. در بخش صنعت ساختن ماشینالات تاثیر خود داره و در بخش طبابت بر صحتمند بودن و یا در صورتی که مریض شود گرفتن دوا و یا مجادله کردن با سردی و بعضی جای مجادله کردن با گرمی که همو حرارت است، هم اثرات خود حرارت بالای بدن انسان داره که باید اهمیت حرارت ما بفهمیم. انشاءالله دوستای عزیز این درس اول درباره حرارت و اثراتش بالای مواد درک کردین. حالا یک سوال امیر معلومات بتین، میگیرین که اثرات حرارت را در بخش زراعت، صنعت و طبابت توضیح دهید. این دوستای این درس اولتان، انشاءالله که دوستای عزیز ما این را درک کردن. تا ساعتی دیگه که باز در خدمتتان باشیم، شما را به خداوند یکتایی بی همتا می‌سپاریم. تشکر.